آقای دایی عزیز، سپاسگزار از حضور شما. بریم به سراغ یک نظرسنجی، اونم در مریلند، در دانشگاه مریلند. تو این مملکت چه میگذره؟ تو این دانشگاه چه حوادثی داره رخ میده که ما ازش بیخبریم؟ این عوامل نفوذی تا کجاها پیش رفتن توی محیط های دانشگاهی؟ بفرمایید. واقعیشم اینه که منم بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم، حتی گزارشات متعددی که با هم دیدیم در برنامه در همین مورد این نظرسنجی های قلابی که در تهران، در ایران توسط مقامات امنیتی تهیه میشه، در دانشگاه مریلند توسط یه آقایی به نام ابراهیم محسنی تو به اصطلاح پخش میشه و دوباره جالبه که رسانه های جمهوری اسلامی خودش اینها رو به عنوان نظرسنجی معتبر دانشگاه مریلند میگیرن. این رو من بارها بحث کردیم، همینطور که به درستی اشاره کردید خودش نشانه از اینه که عوامل جمهوری اسلامی خیلی اینجا نفوذ دارن، راحت کار میکنن و چقدر برایشون مهمه تاثیرگذاری یا فریب افکار عمومی در آمریکا. بسیار مهمه، چون دقایقش این نظرسنجی میره در رسانه های مهم پخش خواهد شد، دیگه کسی نمیتونه راجع بهش حرف بزنه. من یادم در جریان مذاکرات هسته‌ای اینجا جا انداخته بودن که اکثریت خود مردم ایران طرفدار غنی‌سازی هستند، طرفدار چی هستند که بتونن امتیاز بگیرن، حالا فقط غم به هسته‌ای نیست، سر مسائل دیگه. خب این تاثیر میذاره رو سیاست و برای جمهوری اسلامی مهمه، برای همین خیلی کار میکنه. متاسفانه آمریکا تا کنون حساسیت به این مسائل نشون نداده، دست اینا رو باز کرده و واقعا اگه اینا جدی هن همونطور که گزارش کرده پیش دیدیم که واقعا عوامل نفوذی سیاسی جمهوری اسلامی رو اینها رو باید بررسی بکنن، چون تأثیر میذاره رو سیاست های آمریکا، دست آمریکا رو میذاره. فریب افکار عمومی به ضرر منافع آمریکا، به ضرر منافع مردم ایرانه. خب آقا از الان توی این 12 سال همین جور داره، الان دکتر شده آقای محسنی دیگه، هم موقعی که ایشون تشریف بردن و دیگه دانشجو لیسانس به بعد، و حالا این آقای محسنی که اینا رو بیشتر منتشر میکنه یه مؤسسه هم توی کاناداست به نام ایران پل که میگه ما در ایران، ببینید دیگه خنده دارترزی میشه، که میگه ما در ایران 3 تا دفتر بزرگ داریم، کلی هم کارمند و اینا، میریم در خونه های مردم نظرسنجی میکنم آزادانه. اما تو ایران آزاده آخه، اینا فقط میشه به خورد رسانه های غربی داد. بله ببخشید، کاملا درست. این تصویرها رو یه بار دیگه نشون بدید، همیانان هم نگاه کنید. با یه نظرسنجی محبوب ترین های ایران انتخاب شدن. یکی از اولی شماره یک آقای سلیمانی است، آقای رئیسیه، جز یکی از محبوب ترین ها، رئیس دستگاه قضایی. همه ما با پرونده آقای رئیسی آشنا هستیم. احمدی نژاد یکی از چهره‌های محبوب، قالیباف که در دوره زمامداری او در شهرداری تهران 7000 ملک 7000 ملک املاک متعلق به شهرداری ما بین دوستان و آشنایان و خود خانواده آقای قالیباف توزیع شد. به اضافه آقای ظریف، محمد جواد ظریف، که اگه ببرید روی شبکه‌های اجتماعی میزان نفرت و انزجار مردم رو از آقای ظریف متوجه میشید. اینا همه در لیست محبوب ترین ها هستن. آدمی که رفته سقوط داشته، ریزش کرده، دیگه محبوب نیست، اسمش حسن روحانی است که در نظرسنجی در اقلیت قرار داره. بقیه همه چهره های محبوبن: احمدی نژاد، قالیباف، رئیسی، محمد جواد ظریف و آقای قاسم سلیمانی. آقای دایی عزیز، مفهوم میشه که ما داریم به تدریج تصویر واضحی میبینیم از اون چی که در سر جمهوری اسلامی است برای انتخابات آینده؟ این نظرسنجی ها رو خب باید همه رو تک تک پیام داره، ولی مجموعا باید نگاه کرد. در هر مقطعی این در حقیقت برادر من اینها، یعنی آقای محسنی یا یه کارشون شروع کردن به اون آقای ها در ایران به نام مرندی، تو این تلویزیون هم میاد به انگلیسی صحبت میکنه اینا، که پدرش پزشک خمینی بود. این مرندی به طلا همون باند جلیلی و احمد نژاد و اینا بود. اینا اومدن این مرکز نظرسنجی اول دانشگاه تهران رو انداختن، مرکز مطالعات دنیای هم چیزی، بعد این رو گسترش دادن تو مریلند، اینا رو تولید میکردن و
بعد این مؤسسه ایران پول هم اضافه کردن و تکمیل شده. بیشتر نظر و مواضع کل نظام رو بیان میکنه که نزدیک به خامنه‌ای باشه به طور کلی. و حالا به هر مقطعی یه وقت رو هست درست، چون بیشتر رو هسته‌ای یه وقت رو چیزای دیگه است. اینه که سعی میکنم مثلا تو همین نظرسنجی مردم میگن که این نظرسنجی قلابی، که مردم همین الان گفتم 57% در انتخابات بعدی مجلس قلابی شرکت می‌کنه. آقا شما خنده‌دار نیست. همین آقا همین مؤسسه یه نظرسنجی تو میلان اینا منشر کردن، من یادم سال 2009 در اوج جنبشی که من میلیون‌ها نفر تو خیابون بودن که ندا کشته شد و اینها، تو اوج اون یه نظرسنجی اکتبر 2009 بود یادمه یا سپتامبر 2009، سپتامبر تولید شد جلد شد اکتبر منشر شد. یادمه که دقیق یادمه اینو خوب تز ارقامش هم یادمه که 81% از مردم گفته بودن که احمدی نژاد رئیس جمهور مشروع، انتخابات هم کاملا آزاد و بدون تقلب بود. چون ببینید چی تولید میکنن به خورد اینجا میدن، یعنی باور نکردنیه. من یکی از همین نظرسنجی این آقا که بعد میره تو واشنگتن پست و نیویورک تایمز و سی ان ان و میارن اینا رو، نوشته بود که مردم ایران گفتن که از این سوال کردن راجع به اختیارات ولی فقیه که نظرت راجع به اختیارات ولی فقیه در مملکت چیه و در قانون اساسی. 65% گفته بودن که اختیارات ولی فقیه کمه، باید به ایشون بیشتر اختیارات بدید. چون تو قرآن ببینید مثلا همیشه اکثریت مردم میگن در ایران مرز کافی آزادی هست، ما راضییم، نارضایتی مگر بیشتر از جانب آمریکاست و نه از این حرفا. و تعجب همینه که واقعا چرا آمریکا حساسیت نشون نمیده، اینا خطرناکه برای آمریکا. بعدم شما فکر کنید یه آدمی که خیلی راحت حساب بکنه، مثلا من میگم سیاسیشو بذاریم کنار، بالاخره مثلا همون داستان مونیکووید که هفته پیش گزارش دیدیم که یه کنفرانسی به نام افق نو در حقیقت اومده آدما رو یارگیری میکرده، بعد از طریق اونا اومده سیستمای سایبری و چی و چی همه رو هک میکرده کامپیوترها رو و مسائل امنیتی اطلاعاتی ضربه میزده. خب یه آقایی با این شبکه نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی که اینا این همه توی محافظ سیاسی واشنگتن هستن، خب اینا کلی اطلاعات کسب میکنن، اینا منبع اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست، اینا نظر امنیتی خطرناک هست، میتونن یارگیری بکنن. یعنی کسی که آزادانه میتونه در آمریکا بیاد تو رسانه ها این دروغ ها رو پخش کنه، خب نفوذ داره دیگه. خب این از این نفوذ فقط برای اشاعه دروغ استفاده نمیکنه که، برای یارگیری هم استفاده میکنن، برای خبرگیری هم استفاده میکنن و هزار تا مسئله است. واقعا باید آمریکا حساس باشه و باید هی گفت. من خودم گزارشات به انگلیسی در این مورد منشر کردم، دیگران هم چاپ کردن، دیگران هم خودشون منشر کردن، ولی هنوز به جای نرسید که با کمال پررویی هنوز بین حرفا رو میکنن. طالبه به خاطر هم از که نظرسنجی هم کردن در باره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، همه اظهار علاقه کردن به داشتن بمب اتمی. به خاطر من در بود غنی سازی یه نظرسنجی بود که جالب بود که 93% این آقای جیمز هاگبی با تیوتا پارسی نشسته بودن، این رو داشتن به دمودش صحبت میکردن. 93% مردم ایرانی ها گفته بودن که غنی سازی حق مطلق باید اصلا داشته باشه. بعد همین آقای محسنی نشسته بود گفتش که ما از مردم، این جالبه، به مردم ایران گفتیم که آقا شب غنی سازی مهمه، گفتن خیلی، همه اکثریت گفتن دیگرتن از نان شب واجب تر غنی سازی اورانیوم. بعد بهشون گفتیم که حاضرید شما مثلا جمهوری اسلامی غنی سازی رو حفظ بکنه اما تحریم بشید؟ مثلا 70% گفتن 100% غنی سازی مهمتره، ما باید حق داشته باشیم غنی سازی کنیم ولی تحریم اصلا مهمه. بعد میگه از مردم سوال کردیم شما حاضر غنی سازی رو ادامه بدید ولی جنگ بشه؟ 57% به آقای محسنی و این جاهلان داخل ایران، یعنی مقامات امنیتی، 57% مردم ایران گفتن ما حاضریم جنگ بشه، مملکت بره تو جنگ ولی دست از غنی سازی بر ندارید. یعنی از ناموس و نان شب و همه چی مهمتره. این زاگبی هم همینان هم برادران زاگبی لبنانی هم اینجا بنگاه نظرسنجی درست کردن. جمهوری اسلامی نایاکو اینا هر سفارش داشته باشن مراجعه میکنن به این بنگاه نظرسنجی
بانکان از ازجازی میاد یه دفتری چیزی میگیره در دبی، بعدم یه عده جوان رو استخدام میکنه، تلفن هم میذاره جلوشون میگه زنگ بزنید و مثلا راجع به مسائل در ایرانی ها سوال بکنید. یعنی یه کار به اصطلاح خیلی نمیدونم، خیلی پر از شارلاتانیسم به معنای واقعی کرد. چون همه ما میدونیم، من خودم یه بار تصمیم گرفتیم تو رادیو صدای ایران در اون موقع که بیام راندوم زنگ بزنیم در ایران ببینیم میتونیم مثلا درباره یه موضوعی نظر سنجی بود و چه شدیم، جواب نمیدن. اینا اگه شما رو نشناسن امکان نداره به شما جواب بدن. مثلا اگه پرسش سیاسی داشته باشید که خط میکنن. آجا یه نظام استبدادی، اونم نظام استبداد مذهبی، چطور میشه یک دستگاه یه بنگاه مدعی باشه که رفته نظر سنجی انجام داده؟ چطور میشه؟ من بیام فهرست یه بار دیگه خواهش کنم تاثیر بزنید. آقای رئیسی یکی از محبوب ترین شخصیت های موجود در ایران شناخته شده، آقای قالیباف، آقای احمدی نژاد، آقای قاسم سلیمان و آقای محمد جواد ظریف، اینا جز چهره های محبوب هم. آقای روحانی هم که ریزش داشته دیگه محبوب نیست. و خب یه نکته که اشاره کردید در مورد رئیسیه. بله بله، همین در مورد رئیسی کافی که اینه که زده بفهمیم چقدر با مقامات امنیتیه. چون شما خودتون اشاره کردید و دقت هم کردین حتما، الان اینا مدتی که پروژه رو بردن که رئیسی رو جا بندازن. رئیسی شده قهرمان مبارزه با فساد، آدم مردمی. یادم یه فیلم ازش درست کردن چند روز پیش، مثلا تو توییتر رفته بود بردنش، مثلا رفته مثلا کوهنوردی، مثلا حالا و عبا پشته رفته کوهنوردی، حالا شما تصور بکنید هم چیز رو دیدید. بعد دور و برش هم پر محافظ، بعد مردم میگه کی عرض حال و درد دل میکنن، ایشون هم بهشون رسیدگی میکنه، به اون آقای میگه آقا مثلا به کار خانم برسن، به کار آقای تمام اون کسایی که میان سوال میکنن حجاب قلیل که تو خونش تو خیابونه جنید اونجور اومده تو کوه. یعنی یک برنامه چیده شده یه تلویزیونی برای آقا درست کردن تو کوه که بیاد نشون بده قهرمان مردمیه، به درد دل مردم میرسه، راجب همه چی همی حضرت آقا ادا نظر میکنن، از هسته‌ای و منطقه‌ای و بین‌المللی و علمی همه شو تلویزیون. بعد آقای محسنی میاد نظرسنجی جعلی رو اینجا مرشه میکنه که 60 خورده‌ای درصد از مردم ایران دوست دارن رئیسی رو. ببینید چطور هماهنگ با هم کار میکنن.